داریوش فرهود، بنیانگذار علم ژنتیک در ایران، روانشناس و انسانشناس، در 4 فروردین سال 1317 در خیابان سیروس تهران متولد شد. او به دلیل شغل پدر دوران ابتدایی را در مسجد سلیمان و دوران دبیرستان را در مدارس رهنما، دارالفنون و البرز تهران گذراند. فرهود با وجود استعداد در زمینه موسیقی و ورزش در سن 19 سالگی به آلمان رفت و در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد. او دکترای انسانشناسی را از دانشگاه ماینز آلمان و درجه استادی در ژنتیک پزشکی را از دانشگاه مونیخ دریافت کرد. فرهود در سال 1351 و با وجود پیشنهاد از طرف دولت آلمان برای تأسیس یک مجتمع درمانی به ایران بازگشت و اولین گروه آموزشی رشته‌های ژنتیک انسانی و انسانشناسی را در دانشگاه تهران راه اندازی کرد. تصمیم گرفت در سال 1354 اولین کلینیک خصوصی مشاوره ژنتیک را در خیابان امیر اتابک تهران راه اندازی کند. پروفسور داریوش فرهود، کارشناس رسمی ژنتیک انسانی، عضو کمیته اخلاق در ژنتیک پزشکی سازمان جهانی بهداشت، عضو کمیته ملی اخلاق زیستی کمیسیون یونسکو و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران است. از دستاوردهای مهم دکتر داریوش فرهود میتوان به کشف و گزارش گونه جدیدی از ترانسفرین انسان و کشف و گزارش بیماری جدید ژنتیکی شدید در یک دودمان بزرگ ایرانی اشاره کرد. همچنین کتاب ایران فرهنگی، نخستین ساکنان، فرمانروایان، پایتختها و پرچمهای ایران یکی از 4 کتابی است که تألیف کرده است. او یکی از منتقدین و مخالفان جدی طرح ممنوعیت غربالگری در ایران است. پروفسور داریوش فرهود این روزها نیز در سن 84 سالگی مشغول طبابت در عرصه پزشکی ژنتیک ایران است.